جواب امتحان تخصصم که فردا میدن. خیلی خون، 100% قبوله. ببین اگه قبول شد باید یه جشن بگیریم. سلام عطا، زنگ زدم بگم برای فردا شب بیاین خونه ما. به چه مناسبتی؟ داره قبول شده؟ خدا حفظ میگم. باشه باشه، من میام اونجا دیگه. چشم. مگه بحث خوردن نخوردنه؟ من میگم سارا شاید اصلا قبول نشه. فکر کن 1%. ببین سعید جان، من نمیخوام الان زود تصمیم بگیری، میخوام بهم قول بدی 2 روز همینجا بشینی، راجع به خودت، زندگیت، آیندت خوب فکر بکنی و تا وقتی هم که به نتیجه نرسیدی از اینجا تکون نمیخوری. قبوله؟ بله. پس قبوله. تو ورداشتی رئیس منو که این همه باش رو در وایسی دارم سر خود دعوت کردی اینجا؟ اون که نمیاد. دایی عطاس با یه دست گل. نکنه امشب و فردا شب و قاطی کردن. باز نکنی. باز کردم. هوشنگ، میخوای چی کار کنی؟ بسپارش به من. چی شده؟ هیچ. هوشنگ وایسا ببینم اینو چی کارش بکنی؟ اینو میسپرمش به تو. تو چرا اینجا وایسادی؟ واسه دایی اینا دیگه. با این قیافه میخوای بیای جلوشون؟ مگه چشه؟ این چیه پوشیدی جلو شیرین؟ من که این 100 بار جلو شیرین پوشیده. بیا بریم ببینم اون همین جوریش 100 تا حرف در میاره. شما چرا الان اومدی؟ دیر کردی؟ نه اگه شبم زود اومدی. بابا خودت گفتی امشب بیاییم دیگه. من گفتم فردا شب ساعت 8، شما امشب اومدین ساعت 10. اوه حالا گفتم چی شد. نه ما میخواییم سارا رو غافلگیرش کنیم. خب ما که قرار نبود بیاییم، الان اومدیم غافلگیر میشه دیگه. نه مسئله اینه که نتایج رو فردا اعلام میکنن. آه فردا اعلام میکنن، شما چطور از الان میدونین؟ خب حالا اونا دیگه مطمئنیم. نامر تو وزارتخونه آشنا دارید دیگه. بگو حالا تقریبا. آها این یه دختر خاله داره، تو امتحان شرکت کرد، یه کاری بکن قبول بشه دیگه. ها حالا خود آشنایی ما اونجوری هم نیست. سارای ما هم با سعی و تلاش خودش قبول شده ها. خواهش میکنم قبولیشو اصلا کم رنگ نکنیم. پس بریم، ما دیگه کاری نداریم که. نه سب کنیم. کجا بریم؟ سارا شما رو دیده. این گله بذار زمین. در راحت هم بذارش زمین. عشیت بیا اینو بگی بغلت. آه خوبه، میگیم ارشیا بغلت بوده. دروغ نگو، گل دست بابام بوده. نه عزیزم دروغ نمیگم که. بابا اشتباه کرده، جای فردا شب امشب اومده. حالا ما داریم درستش میکنیم. بهش میگن چی؟ درستکاری. خب؟ نه عزیز دارم، قربونت برم، با اما همکاری کن بابا. خب چیکار کنم؟ همکاری کن، یعنی هرچی گفتم بگو. چشم. خب چشم. خیلی خوب، این گل بذار تو ماشین دیگه. گل پلاسیده بشه، من فردا گل نمیارم. خب نیار، اصلا خودت گلی. شما هم این شیرنیو بذاریم تو ماشین. نخه تره. خب این زیاد شک برانگیز نیست، اصلا میگیم برای گاز گرفتیم. چرا گاز گرفتی؟ گاز نگرفتیم، شما برای گاز گرفتیم، ما خودمون گاز خریدیم. اصلا ولش کن، یادتون باشه راجع به امتحان نتایج هیچ حرفی نزنید. باشه بابا نمیزن حتی یک کلمه. باش عموجون بفرمایید. بریم بفرمایید گله یک کاریش بکنه. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم حرفی راجع به تخصص و امتحان و نتایج نزنینا. چشم. اوه هوشنگ خان دیوونمو کردینا. هوشنگ یه چیزو 100 بار
عزیزم نگو نه مامان جون، نگید اوشن یه چیز رو سلبار نگی. به به سلام شیرین جون، خوش اومدی. خوش بری خوش بری. بابام گل نیاورده بود، من بغل بابام گل فردا شب میاد. ای بابا هیچی هیچی، میخواست بگه که خودم چقدر گلم. اگه نه خودم دست دایی گل دیدم. من گل روزم. بفرماییم بفرماییم. بله بریم. بله بریم. میگم نکن دیگه، کندی همه رو. اه نکن مصویه؟ نه خیلی هم طبیعیه. چی زشته؟ خیلی هم خوشگله. بیادب؟ نمیخوام. حالا شما به جای اینکه به این بچه ادب یاد بدی، به این مرد گنده یاد بده مهمون هست پشتشو نکنه به مهمون. ببخشید دایی جون، ولی من نمیتونم اونوری بشینم. چرا؟ ایشون قرار گذاشته دو روز تمام اینجا بشینه فکر کنه. خب چرا نمیری تو اتاقش بشینه فکر کنه؟ نه نه نمیشه، این یه جور تمرین اراده است. من میخوام برم اداره. اداره نه اراده. داداش شیرینی برای چی گرفتی؟ شیرینی گازه. شیرینی گاز؟ آره دیگه شیرینی گاز. مگه شما میدونستین ما گاز گرفتیم؟ چی رو گاز گرفتی؟ نه عزیزم گاز خریدیم. سارا جون من چای دم کردم، برو بریز بیار. خیلی خوب ببینیم شیرینی چی هست. یه گاز از این شیرینی گاز بزنم. دو تا گاز داشت. آره نه این شیرینی شیرین رو شیرین خریده، سه تا شیرین داشت. شیرین خانوم که ما را خیلی شرمنده کردن. شاعر می‌فرماید بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بود. خب این که الان گفتی یعنی چی؟ نزن دیگه. مشخصه دیگه. ببین فرهاد عاشق شیرین بوده. خب بعد همه میگن که فرهاد اومده بیستون رو کنده، اما فرهاد وسیله بوده. این عشق و شیری بودن که بیستون رو کندن، رفته به یک کارش. رفته به یک کارش؟ بیستون که سر جاشه که. خون که آره. خب حالا کی کجاشو کنده؟ شعر دیگه. شاعر یه چیزی گفته. از قدیم هم گفتن قافیه چو تنگ آید شاعر به آید. فرنگوی. اصلا اینا رو بعد از شیرین خانم پرسید. شیرین خانم تو این چیزا سررشته دارن. منو برداشتی آوردی اینجا سوژم کنم؟ شیرین جون داره باهات شوخی میکنه، تو اینو نمیشناسی؟ هوشنگ بیا باهات کار دارم. کار دارم. بیا میوه ببری. بله الان اومد. بیا. چی داری میگی توه؟ مگه اینو نمیشناسی؟ بهش بر میخوره؟ درستش میکنم. نمیخوام درستش کنی، بدتر خرابش میکنی. بیا بسپرش به من. خوب 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 چه خبرها دیگه؟ سلامتی شیرین خانم. این شیرینی هایی که با قند طبیعی درست میکنن چی؟ اونا شنیدم چاق کننده است. آره؟ اتو من واقعا سرم درد میکنه، پاشیم بریم خونه. هوشنگ پاشو بیا کارت دارم. بسپرش به من. بیا کارت دارم. کار داره میام خدمت. گفتم دو دقیقه زبونتو نگه دار، الان قهر میکنه میره تلافیش سر عطا در میاره. خودم الان میرم درستش میکنم. نه نمیخواد درستش کنی، تو فقط حرف نزن. ببین صبر کن، من الان میرم با یه جمله تاثیرگذار. خب اگه اجازه بدیم ما دیگه بریم. آخه چرا؟ کجا میری؟ مگه من میذارم؟ خیلی بهتره. نه نه تشریف داشته دیگه. ببین پس ما فردا شب منتظریم. سارا جون مبارک عزیزم. تشریف ببرید. چی مبارکه؟ هیچی گازا میگن. گاز 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 نه خیر نیستن، بهشون میگم خداحافظ. آقا این شیرینی از صبح رو میز مونده خراب میشه، برای همین بخوریمش. خبر قبولی رو که دادن بعدن میخوریم.
عرض کردم خدمتون تشریف ندارن. خب به موبایلشون زنگ بزنی. خداحافظ. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چرا موبایلت خاموشه؟ موبایل من؟ موبایل من؟ چی گفته؟ بیا، اینم موبایل. ای خاموشه راسوسی، شارژ نداره. تو از کجا فهمیدی؟ مگه نمیبینی خاله دیگه بنده رو از سر زور زنگ میزنه؟ خاله منه داره زنگ میزنه، تو هم میگی نیست؟ میگم منتظر تلفنم. تو هم که با خاله زیر نیم ساعت صحبت نمی کنی. سه و نیم شد، از اینا خبری نشد، میترسم مهمونا بیان هنوز اینا زنگ نزده باشن. الو 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 الو، اومد؟ داریم میگردیم بابا، کنده کنده. اگه شارژ اینترنت رو پرداخت کرده بودین الان مجبور نبودم مزاحم مهدخت بشم. این حرفا چیه؟ الان که با همین بهتره که. اینا هاش، اینا هاش. پیدا کردیم، پیدا کردیم. اینه، اینه، اینه. میدونستم. تبریک به تو، تبریک به خودم، تبریک به تو، تبریک به همه. خوبه. ها؟ تازه حرف میمو پیدا کردم، قبول نشدم. نه، منظورم اینه که هنوز معلوم نیست قبول شدم یا نه. تازه میما رو پیدا کردی. هی بابا داریم میگردیم دیگه، صبر کن. وای چقدر میم داره. آره میماش خیلی زیادن. هیچی میگم، میماش خیلی زیادن. قبول شد؟ آره آره آره، ولی فعلا رشتهش معلوم نیست. میما زیادن، میما زیادن. ماجدی، ماجدی، ماهانی، همو علی، مساقی، مساقی، متحری پور، مظاهری، مظاهری، مظاهری. اینه، 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 اینه. میدونستم. تبریک، تبریک به تو، تبریک به خودم، تبریک به تو، تبریک. چی؟ میگم اکبر مظاهری بود. ای مظاهری، بنفشه است. ساسان مظاهری، نعیم مظاهری. مظاهری تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد، تموم شد. مشیری راحت شدیم، تموم شد، تموم شد، تموم شد. یعنی دیگه مظاهری نیست؟ اسمم نیست. قبول نشدم بابا. میگم قبول نشدم بابا. چی؟ نه نه نه، درست بخون. بالاشو ببین، پایینشو ببین، چه میدونم، ببین تبصره ای ماده چیزی نداره؟ نداره؟ ناراحت نشو بابا، چرا صدات میلرزه بابا؟ اشکالی نداره، اشکالی نداره. کی تا حالا سال اول قبول شده؟ همه چند سال طول میکشه تا قبول شن. من اصلا امسال توقع قبولی تو نداشتم. چی؟ قبول شدی؟ قبول شدی؟ اینه، 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 اینه. میدونستم، من از همون اول گفتم که تو سال اول قبول میشی. تبریک، تبریک به تو، تبریک به خودم، تبریک به تو، تبریک به همه. آره. چی قبول شدی؟ چی قبول شدی؟ چی قبول شدی؟ چشم زشکی از رادیولوژیم بهتره. مهدخت قبول شده. مهدخت کیه؟ دوست سارا. سارا از طرف من بابا به مهدو خیلی تبریک بگو. اصلا خودتو ناراحت نکن. نه نه نه، من اصلا توقع نداشتم امسال قبول بشیم. مادرت هم همینطور. نگران هیچی نباش. شب میای خونه با هم دیگه صحبت میکنیم. قوی باش، قوی باش دخترم، قوی باش. خداحافظ.
راست چی اینقدر ناراحتی تو؟ الان داشتی به سارا خودت میگفتی که من سال اول منتظر قبول شدن نیستم. خب دیگه حالا بگی دونه شیرینی بذار دهنه، بیا دهنه تو شیرین کن، بیا بیا بیا. چی کار میکنی؟ ای بابا، پس با اجازت خودم بخورم. اوه زهره است. آروم همه رو یهو بکنن بود. آروم بگو، یه نفس عمیقم بکش. همه چی درسته و سر حال. سلام زهره جان، خسته نباشید. من همیشه به شما میگم خسته نباشید، شما رو هم همیشه میگم خسته نباشیدم معمولا میگم. خب میدونین جا محیط شرکت مجبورم یه مقدار رسمی تر صحبت بکنم. سلام، خسته نباشید مشیر جان. سلام، چطوری هوشنگ جان؟ خسته نباشی. دیدی الان مشیری اومد تو دفتر، منم بهش گفتم خسته نباشید. نه خبر ندارم، اینقدر کار و گرفتاری ریخته رو سرمون که اصلا یادم رفته بچه ها زنگ بزنه. چی؟ خب حتما نشنیدن. نیه میخواد زنگ بزنی، بالاخره معلوم میشه قبول شده یا نشده دیگه. نه 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 نه، من مطمئنم که قبول شده. آره هر چند سال اول که کسی قبول نشده. آره سال اول مال از ما بهترونه. میگم اگرم قبول نشد که چیزی از ارزشاش کم نمیشه. مهم اون تلاش و سختیه که اون بدبخت بیچاره کشید. حتما خداحافظ، موفق باشید. خب گفتم. تو کسی چیزی نگفتی. خورد خورد دیگه، یواش یواش میگم. اون الان زنگ میزنه به دخترت، همه چی رو میپرسه. امکان نداره، وقتی من بهش میگم زنگ نزن نمیزنه. مطمئنی؟ الو، سلام زهره جان، خسته نباشین. چرا داری گریه میکنی؟ همینطور بی مقدمه گفت؟ زهره خوشنگ برو بعدم با حرف بزنی. خدا چیزی نشده که زهره، حالا سال دیگه قبول میشه. من چیکار کنم؟ میخواید برم یه باجه دیگه؟ نه خیلی. یک ساعت اینجا من نشستم، کار منو راه نمیندازی. ای آقا نمیبینید حالش بده؟ من چی کارو بکنم؟ این خانم که داره گریه میکنه، شما هم اومدید این وقت. همینی که هست. یعنی چی؟ من الان میرم پیش رئیستون باهاش صحبت میکنم. رئیس کی آقا؟ برو با هر کی دلت میخواد حرف بزن. چیزی شده خانم سعادتی؟ آقا رئیس، یک ساعت من اینجا نشستم، این خانم یه بند داره با موبایلش حرف میزنه. ببخشید آقا، شما تشریف بیارید اون وقت. ببخشید آقای رئیس، من سرم خیلی درد میکنه. میدونم سردرد خیلی بده. اتفاقا منم اومدم برای امشب عذرخواهی کنم، خانمم زنگ زده اونم میگرنش عود کرده، ما متاسفانه امشب نمیتونیم بیاییم. واقعا چقدر بد شد، ما خیلی خوشحال میشدیم میومدیم. به هر حال از طرف هم به دختر خانمتون تبریک بگین، شما امروز مهمون دارید، میتونی زودتر برید. ما خیلی خوشحالم کردین، یعنی خیلی ممنون. نه این قرار بم نه چقدر پزشک متخصص زیاد شده، همین جور ریخته.
راست میگی. من اصلا میگم بهتر که سارا قبول نشد. الان اینقدر از این متخصصا زیاد شدن و ریخته که فایده نداره اصلا. عمومی ها تو بورسن الان، عمومی ها. آقا دستت درد نکنه، زحمت کشیدیم، ما بریم. خودتو ناراحت نکنی ها، سالی دیگه قبوله. هوشنگ، هوشنگ. ها؟ ببین امشب چند سال مهمونی دیگه. آخ یادم رفت، یادم رفت بهشون زنگ بزنم نیان. الانم دیگه زشته نه؟ ولش کن دوره همین دیگه. حالا هوای زهره و سارا هم عوض میشه. بد نیست؟ نه خودم درستش میکنم، بسپرش به من. بس منم میام میبینمت دیگه. مشیری کادو مادو نگیری یا؟ خب کادو دیگه برای چی؟ برای اینکه ناراحت نباشه دیگه. اون که دیگه کادو نمیخواد. هر جور راحتی، خواستم معذب نشی. فقط خواستی بگیری یه چیز کوچولو بگیر. فردا دیر نیایی دنبال ما. باش. نه این قرارمون نبود. به اینجاشم خود زرد کن، خالی موند اینجاشم. خوشگل شد. ببینم وای خیلی قشنگ شد. برو به بابا نشون بده. بابایی قشنگ شد. به به خیلی قشنگه. لکلکه؟ وا عطا لکلک چیه ساراست؟ گوشیشو نمیبینی؟ اه آره راست میگی. خب اگه ساراست من میگم که عشو بکنم بکنم تو گلش دیگه. این گل خودشه دیگه. بابا بیا بیا برو یکی دیگه بکش. بکش چیه؟ بابا چه لکلک بامزه ای کشیدی عمو جون. لکلکه؟ بس چیه؟ ساراس گوشیشو ببین. بچه با استعدادی داری یا؟ نشان از پدر، باهوش، با استعداد. ماما میشه یه لیوان آب برا من بیاریم؟ اینقدر خودتو لوس نکن. نمیبینی هزار تا کار دارم؟ پاشو بیا خودت بخور. این مسئله فکر کردنته؟ زهره جان براش بیار لطفا. چرا نمیای خودت بیاری؟ من اول گفتم لطفا. حیف شد. حالت ما هم خودمون توقع نداشتیم این سال اول قبول شه. تو گلو دارم میگم. اگه میدونستم قبول نمیشه میبردیم عیادت عموی شیرین. اگه عموی شیرین طوری شده؟ آره بابا یه هفته از مریضه. البته یه ماهی بود که حالش خوب بود. نمیدونم یه هفته آخر. ببخشید حرفت یادت نره، من الان برمیگردم. کجا؟ دستشویی. دستامو بشورم. یادت نره؟ عطا این گلو میخواستی ببری برای عموی من؟ بابا آدم مریض که نمیفهمه گل پژمرده چیه گل سالم چیه. شوخی کردم؟ من که این گلو نمیبرم که براش. ایوا شوخی کردم دیگه. چی؟ با قهر چرا میکنی؟ شیرین برگرد. بیمسه. شوخیه دیگه، اینم جزو همو شوخی. آخ عطو امروز تو بانک وقتی فهمیدم اصلا یه حالی شدم، یهو فشارم افتاد. تفلک شیوا جون دوید واسم چای نبات درست کرد. چیه چرا قیافتو اینجوری میکنی؟ با شیوا جون براتون چای نبات درست کردن؟ نه بابا. خب بالاخره همکاریم دیگه. آها عطا میگم پاشیم بریم، ما کاری نداریم که. سارا که مردود شده. مردود یعنی مرده؟ نه عزیزم مردود یعنی رفوزه.
کجا بریم؟ ما تازه اومدیم، بشین حالا یه خورده. برم آب بخورم. بیا این آب، آب که هست. میدونم هست، ولی من برم آب بخورم. شما یه حرفایی داریم با آتاشی، با جون چی درست کرده؟ نه بابا من حرفی ندارم. شما پاتو بکشین لطفا. تو بعد 7 سال نفهمیدی آدم اسمش میاد ناراحت میشه؟ بی خود ناراحت میشه. خب همکارمه دیگه، چیکار کنم؟ باخه تو هم عمدن این کارو میکنی؟ ندیدی خودش از وقتی اومده 100 دفعه گفته سارا مردود شده، سارا مردود شده؟ با تو یه چیزایی میگی اونم حساسه میگه. بالاخره زن من بوده. این رو چی حساس نیست؟ حالا رو این بیشتر حساسه. کی به کی حساسه؟ هیچکی، خودمو میگم. باز میکنم. سلام، بفرمایید. میگم کیه هوشنگ؟ آقا رضاست. آخ چی کارش میکنم؟ به این چی میگی؟ این که رفوزه شد. چه جوری به بابا بگیم قبول نشده؟ بسپارش به من. ماما این لیوان آب رو نمیشه به من بدین؟ مردم از تشنگی ها. بدین من بهش بدم. قربونت برم عزیزم که میخوای کمک کنی، بیا. نازه باش نریزه. سعید پاشو، پاشو، مهمونا دارن میاد، باید این مبلو جابجا بکنی. نه نمیشه. یعنی چی؟ یه ثانیه بلند شو جابجا میکنی بعدم باز دوباره بشی. نمیتونم، قول دادم. ای بابا حتی بی زحمت بیا یه دستی به این بزنی. دست در بیا. شما نمیخوای پاشی؟ نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ یعنی اینکه ببخشید دایی، من قول دادم نمیتونم قولمو بشکنم. چی میگه این؟ یه اخلاقی داره که به تعهدش خیلی پایبنده. بعضی نداره. یه دست بزنی مله. بیا. بله دیگه، ما هم شدیم اسب کالسکه و الان میخوایم همه رو ببریم. منم میام. یعنی چی عمو جون؟ بپر پایین میخوایم بریم. ببخشید خرس به این گندگی اینه نشسته اینجا. حالا بچه 12 کیلویی ما رو اضافه دیدی؟ کسی دیگه نبود، داریم حرکت میکنیم. آره نه نه میگم هلش. بله بیا. اومدن بریم. پاچو برو آبو بیار. پاچو برو آبو بیار. الان برات میارم. بگیر. بده خودت بگیر. بده دستم. نو چی میگه؟ بده من ببینم. خودت رو دوست نکن، خودت دستت رو درست کن بردار. بده من لیوانو ببینم. نخور نخور آبو نخور. آخه شاهد شدم. بعد همه یه زرد شیرینی شیرینی رو بذار توش پر بخوری. چشم. حالا همه هم شیرینی و گل میارم. بفر نه بابا بذار یه کنه نفس چاک کنم. میبینی حالا بعدی آخش شما پاشو. چرا؟ خودم میخوام پیش بابام بشین. بیا پیش بابات بشین. میگم بالاخره ما انقدر دیسکیمون عمل نکردیم، آخرش قرار شد نوهمون عمل کنه. البته اون نمیتونه دیسکتون عمل کنه چون ارتوپدی قبول نشده. الحمدلله ما همه مرضی داریم غیر سلامتی. اصلا نمیدونم چی جوری باید بدم سارا عمل کنه. شما برای آمرواریت رو دوست سارا حساب کن، برای سرماخوردگی رو سارا. سارا چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه هیچی، الان داره مرحله مقدماتی رو طی میکنه. مقدمات چی؟ مقدمه پیروزی دیگه، یعنی شکست. سارا ریفوزه شده. این بچه چی میگه؟ ممنون ارشیا جون، اون توضیحاتی که ما میخواستیم بدیم و این بچه با بیان کودکانه خودش به شکل ساده و فشرده گفت. ممنونم ارشیا جون، ما توضیح که میخواستیم بدیم و ارشیا رو ما تمام با بیان کودکیش تونستش بگه. حتی جون شما تو خونه رو تربیت بچه کار نمی کنین نه؟ آخ ساراست، الان بچه هم بیاد این همه دست گل و مهمونو ببینه چه حالی میشه. لطفاً حواستون رو جمع بکنین، اصلا حرفی راجع به قبول شدن و نشدن نزنینا. انگار نه انگار ما اصلا واسه چی جمع شدیم. عموشن من یه چیزی بگم؟ نه اصلاً هیچی، حتی یک کلمه. سلام جونم.
سلام. 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 چطوری؟ سلام سلام. چیزی شده؟ نه. چیزی نشده. ریفوزه ریفوزه یه بر میره تو کوزه سالا ریفوزه شده. خواهش میکنم یه چند لحظه توجه بکنید. خواهش میکنم یه چند لحظه به من توجه بکنید. ما امروز اینجا جمع شدیم به خاطر سارا. این دختر یک سال خودش رو از تمام لذت‌ها و دلخوشی‌ها محروم کرد. شکست مقدمه پیروزیه. هممون میدونیم که این دختر میتونست که قبول بشه، اما اون جلوی این ناکامی خم به ابرو نیاورد. این درس بزرگی برای همه ماست. ممنون دخترم، ممنون که مثل کوه ایستادی. به هر حال مهم اینه که سارای من امروز مزد زحمت ها، شب زنده داری ها، محرومیت هاشو داره میبینه. از همه تون ممنونم. شله 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 جانم. ببخشید یه لحظه بابا جون، من چه مزدی گرفتم؟ سوال خوبیه. شکست؟ یادته که الان راجع به شکست گفتم که مقدمه پیروزیه؟ تو الان این مقدمه رو طی کردی. ببخشید شما مقدمه رو طی کردی؟ نه خیلی، ایشون بدون مقدمه تخصص 6 قبول شدن. آفرین آفرین. به هر حال من میخواستم بگم که ما درسته که به نتیجه نرسیدیم، که این نشون میده که ما اصلا آدمای نتیجه گرایی نیستیم. ببینید توی عرصه‌های مختلف داره تلاش میشه، اما خب خیلی هم موفق نبودن. نمونش گرونی یا ترافیک یا راندخاری یا پارتی بازی یا جایگزین شدن ضابطه به جای رابطه یا هوشنگ. بس دیگه. به موضوع برمیگردیم. داشتم میگفتم توی این عرصه‌های مختلف که داره تلاش بیش. سعید جان یه لحظه اینو صدا کن با هم دیگه بازی کنیم. مگه من بازی اینم؟ این چی آقا سعید؟ عرشیه جون اسم داره ها. موبایلمه. کیفتو گذاشتم تو اتاقه. عرشیه جان عزیزم برو با سعید بازی کن. قربونت برم عمه جون. بودو باری کرده. اومدم. به هر حال امیدوارم که یه روزی قیمتا تعدیل بشه، ترافیک کم بشه، ضابطه جای رابطه رو بگیره. عرشیا جان یه لحظه بیا اینجا. نمیام. عرشیا با تو هم میگم یه لحظه بیا. نمیخوام. اگه نمیگم با شما بیا اینجا. بیکار ده بیا. بشین. لطا میگم بشین. کجا؟ رو سر من. خب بشین رو صندلی دیگه. نمیخوام. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. بگو. نه اصلا با تو اینجوری نه. نه بلا کن. آروم بگی. بلا. حالا مثل بچه ی آدم گوش کن ببین چی میگم. این چه کاری بود کردی؟ من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ نمیدونی که شکلک در آوردن کار بچه‌های بی‌ادبه؟ من شکلک در نیاوردم. تو شکلک در نیاوردی. شکلک چیه؟ شکلک یعنی کارو چیه تو داری میکنی؟ تو من همسن نینی. گاز میگیره. پسرم دیو پایین، بچه با طبیعت رو گاز بایی نمیسته. بابا خیلی منو گذاشت روی گاز. تو به عمو داری میگی این؟ عمو از این کارو نمی کنه. تو من یه خود من نداشت رو گاز. حوشن تو گذاشتیش رو گاز؟ نه
ببین من نمیخواستم از موزه بالا باهاش صحبت کنم، گفتم بذار توی موقعیت برابر با هم باشیم. اصلا موقعیت برابر مال قدر نیست، ایشون 50 سال باید زندگی بکنن تو برسن به این موقعیت برابر. اجراس میگی بیا منو باز بگیر. زیبا هم اومد. این چرا رو گازه؟ ایشون گذاشتن بچه رو برداشته گذاشته رو گاز، داشت گازش میگرفت. آره هوشنگ؟ نه دیگه اینجوری هم نبود، گازش میگرفت. تو از سنت خجالت نمیکشی هوشنگ؟ چرا انقدر گریه نکنی؟ خیلی نشده که چرا انقدر گریه میکنی؟ خوش داره دیگه قبول میشی دیگه. باز چی شده؟ خواهرتون اومد بهش تبریک گفت دوباره حالش بد شد. آخه چرا مثل بچه ها گریه میکنی مامان جون؟ کی سال اول قبول شده که تو بشی؟ هیچ کس. چرا؟ ایشون قبول شد. حالا تو هر امتحانی شانسم دخیل دیگه. باز چی شد؟ چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ هیچی دیدم در بازه باد داره میاد، گفتم بشم اینجا ریلکس کنم. خب دادم دیگه. یواش یواش دست نزن دست نزن. آسیبا بسه من کمکی کنم پاشی. نمیتونم. چه خوبه که ما تو این خونه دکتر داریم. دکترا مشغول شد. آی در میکن دست ازم بهت میگم یواش. آروم باش. خب پا میشی که از داغ زونه جو. یواش 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 یواش. داشتم پلا میمدم پایی میام زنده آش بزخونه یا نمیدونم چی اومد زیر پام اینجوری گلوم خوردم زمین. این مال کیه؟ برسعیده من میدونم برونه. همین بود. خاله پاتو آروم تکون بده. سخت دامه درد داره. سعید خانم شما نمیشه یه روز دست گل با آب ندی؟ من که اینجا نشستم خاله اونجا خورده زمین زیر پاش چیگه؟ اونو عرشی ها موقع رفتن انداخت اونجا. چیزی نیست، ضرب دیدگیه، بلندش کنید. بابا نمیتونم خانم دکتر، درد داره. طبیعیه، ضرب دیدگی اولش درد داره، نیم ساعت دیگه آروم میشه. بابا میگم نمیتونم خانم دکتر، نمیتونم. ولی به نظر من یه عکس بگیرین. نمیخواد، پاشو میتونه حرکت بده. ممنون سارا جان، تو امروز خالتو نجات دادی، با ارتوپدی هم فکر کن. ممنون سارا جان، شما امروز خالتون نجات دادن، با ارتوپدی هم فکر کن. بیا ببینم اینجا، بیا من با تو کار دارم. بیا توی عطا کمک کنی بذاریمشون. آبا چیکارم داری؟ بیا اینجا ببینم کارت دارم. این چه کاریه تازگی رو یاد گرفتی؟ من چیکار کردم؟ همین که ادای بقیه رو در میاری؟ من ادا در نیاوردم. ببین هرشیا، من از پسرای بیادب بدم میاد، از پسرای بیادب دروغگو خیلی بیشتر بدم میاد، پس دروغ نگو. چی شده؟ هیچی، میگم این عادت ادا در آوردن رو باید از سرش بندازه. آها منم میگم دیگه، بلیش. خب هی شیرین همین شیرین لوسش کرده دیگه، وگرنه بچه که چیزی نمیفهمه، شماها باید بهش یاد بدین. چی شده؟ مامان تو چرا رفتی بالای گاز؟ عمه منو گذاشت گاز، تازه دعوامم کرد. آره زهره جون؟ بله، بچه بیادب رو باید دعوا کرد که تربیت بشه. شما بچه منو تربیت کنی؟ بله شیرین خانوم، شما که نشستین دو دقیقه باش حرف بزنین، لوسش کردین، هی هر کاری میکنه هر بهش میخندی. حالا مگه چیکار کرده؟ نمیبینی یه ساعته داره ادای بزرگتر از خودشو در میاره، هرچی میخوام جلو بقیه چیزی بهش نگم پر رو ادامه میده. وا بچه 6 ساله؟ این نشون میده این بچه سالمه، افسرده نیست. طبیعیه بچه باید شیطنت کنه. شیطنت فرق داره با بیادبی، مگه این همه از در و دیوار بالا میره کسی بهش چیزی گفته؟ این همه میزنه تو سر و کله سعید، ما حرفی زدیم. خانوم من میگم بچه باید احترام بزرگتر از خودشو نگه داره، همین. ببین ارشیا، از الان به بعد به من قول میدی ادای کسی رو در نیاری، باشه؟ قول. قول میدی چی؟ ادای کسی رو دیگه در نیارم. هوشنگ. بله. بیا. بله. ارشیا با شما کار داره. من با این کار ندارم. ارشیا چون پسرم، معذرت خواهی بکن دیگه. معذرت. اما جان ببخشید که این چند وقت ادوسون رو در برده. خورتونت برم امو جیمون. پس دیگه ادای کسی رو در نمیاری. پس دیگه ادای کسی رو ببخشی. اشکال نداره عزیزم، بفرمایید با
بچه که درست حرف بزنی خوب میفهمه. برم ببینم پای این چی شد. بیا برم بیا به قربونه ادبت برم من کشتنش. آی زهره جون مردم مردم. چی شد سارا؟ هیچی الان میرم یه مسکن برش میارم حالش بهتر میشه. خدا رو شکر این دفعه به خیر گذشت. شما دقت کن ببین پاتو کجا میذاری دیگه. ببخشید اگه پسر شما مثل آدم دمپاییشو میذاشت کنار اون وسط نمیداد پاییشون اینجوری نمیشد. حتا خان دمپایی خودجور که نیست واسه خودش همینجور حرکت بکنه. پسر شما اونو انداخته اونجا دیگه. نه خیر هوشنگ خان پسر ما اون موقع که تو آشپزخونه رو گاز بود ایشون هم اینجا زمین خورد. چجوری بچه من مقصره؟ من نمیدونم بالاخره این دمپایی رو انداخته اونجا. اولا بچه اسم داره این چیه؟ ثانیا بچه بچه رو میذارین رو گاز؟ یه جوری میگیم بچه رو میذارین رو گاز انگار گذاشتم رو شعله دارم کبابش میکنم. من گذاشته بودم رو کارتون تازه گارانتی هم داره. ببخشین گاز گارانتی داره بچه روگاز که گارانتی نداره. بس کنین دیگه تمومش کنین. ما شروعش نکردیم که تمومش کنیم. بیا بریم ببینم اینا چی میگن. تو بیا درسته برو قورت بده بیا. الان حالت چطوره؟ خب درد میکنه دیگه زهره جون. سارا ببریمش بیمارستان؟ نه بیمارستان چی؟ الان یه مسکن میارم آرومتر میشه بهتر میشه. مهدخت نظر تو چیه؟ به نظر من اگه یه عکس بگیرین خیلی بهتره. خب پس بریم یه عکس بگیریم دیگه. خب پس با همون مهدخت برید عکستون رو بگیرید. وای این دوباره قهر کرد. وا چشه این مگه قبول نشده؟ هاشیا جان میسپارمش به تو. بگو. نمیگم. چرا عزیزم؟ اون دفعه که با آقا رضا گفتی خیلی خوب گفتی یا بگو. همون یه بار بود. واقعا نچه خاصیه. ببین راستش سارای ما امسال میشهر میخواست با جو کنکور آشنا بشه. انرژیشو گذاشته برای سال بعد. با جو کنکور آشنا یعنی چی؟ یعنی ریفوزه شده. ریفوزه نه مامان رفوزه. نه خیلی ریفوزه. یعنی چی سارا ریفوزه شده؟ شما دیشب به من گفتین قبول شده. از نظر من البته قبول شده. بعد از نظر نظام پزشکی قبول نشده که ظاهرا مهمم نیست دیگه. ایوا یعنی چی؟ چرا به من نگفتین سارا ریفوزه شده که من با ایش جور رو شغل نرم بخورم زمین؟ اوه حالا تو دیگه چنانقدر ریفوزه ریفوزه میکنی؟ حالا تو هم با این پای شکسته من هی به هم ایراد بگیر. آه. چی کار میکنه این؟ نشسته داره حق حق گریه میکنه. الو سلام علیکم شما؟ سلام آقای مروی حال شما خوب؟ پلاک برای چی؟ مگه سردرد خانم خوب شد؟ من منظورم اینه که چقدر عالی. بله الان تو کوچه ما این؟ پلاک 7 میبینم اتو خداحافظ. زهره؟ بله مروینا دارن میان. چی؟